بالاخره نوبته نقد بررسی با اسپویلر انیمیشن اسپایدرمن اکراس اسپایدر ورس اومد. آقا بسی نمیمونه توش، یه ویدیو پر از اسپویل و نقد بررسی. اصلا این فیلم اصلا جای بحث نداره. میدونی چقدر نکته هست که من شاید اگه یک ساعت هم ویدیو بدم بهش نمیرسم، ولی خب توی شاید 10 دقیقه یه رو کلشو قراره که جمع کنم. چطوری؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. من مهتسب اینجا چنل ام جیه. آقا بالاخره رسیدیم به نقد با اسپویل انیمیشن اکراس اسپایدر ورس. آقا خودتون برعکسی که دیدن، من نمیفهمم کسی که این انیمیشن ندیده، دو ساعت و نیم انیمیشن ندیده، چرا باید بزنه رو ویدیو بگه که بزو برم ویدیو نقد با اسپویل اسپایدر ورس رو ببینم، در صورتی که ندیدی. آی همین طرف آقا برایش که این انیمیشن دیدن میدونن که چقدر اسپویل قراره که من بکنم، تازه به هیچ کدومم نمیرسم. ببینید اگه بخوام کلش رو بررسی کنم، میدونید که تا صبح باید ویدیو ببینید، برم ویدیو ضبط کنم و ادیتش کنم، که اصلا این غیر ممکنه. تایتل های مهمش رو آوردم این وسط، اگه نمیتونم عکس کیفیت پردهشو بذارم بخاطر اینکه یوتیوب با لجت ما رو پرت میکنه بیرون از چنل. خیلی اوضاع خیته. و چه اتفاقی میفته؟ خب داستان میشه دیگه، سر اینکه کپی رایت میخوره. آقا بریم که بخش اصلیشو ببینیم و بررسی کنیم. آقا سازمانی که اصلا این وسط اتفاق افتاد چیه؟ ما این کم از جلوتر واقعا بررسی کنیم، نمیخوایم بگیم آقا ما از ورود قشنگی داشت گوهر رو دیدیم، نه اینجوری نیم. سازمانی که میگل اوها رو بررسی میکرد چه سازمانی بود؟ ببینید یه سازمانی دست میگل اوها بود که میشه گفت تی وی ای، ولی نه به اسم تی وی ای، که کلن با خط زمانی اسپایدرمن ها دستشون بود کنترلش میکردن و با دستگاهی که بود آگاه بودن به خط زمانی اسپایدرمن ها و کنترل میکردن که چه اتفاقی میفته، اتفاق بدی نیفته و خارج از هیته داستانی اتفاق نیفته که باعث نابهنگامی خط زمانی اسپایدرمن ها و جهان های دیگه بشه. یه قضیه‌ای که این وسط میخوام به عقب‌ترش بپردازم بودش. حالا این سازمان رو ما یه جورایی میتونیم تی وی ای نام بگیم، ولی خب اسمش تی وی ای نیست و شما کسی که تو سریال لوکی دیدید سازمان تی وی ای رو میتونید اینجا همونجوری روش ذهنیت بذارید. ورود میگل فوق‌العاده جذاب بود، یعنی چجوری بشر میاد تو با یه آهنگ خاصی که براش طراحی کرده بودن. دم سونی گرم آقا، دم سونی با این انیمیشناش و سانترکاش گرم آقا. این چه آهنگی بود واسه میگل اوها رو گشته بودن؟ هر وقت که میومد این آهنگو میذاشتن، آهنگی ترساب و بروبوهت فوق‌العاده بود. ورود میگل رو ما اصلا تا حالا تو دوردان انیمیشنی همچین ورودی ندیدم، خیلی جذاب بود و فوق‌العاده بود. میگل اسپایدرمن نیست آقا، یعنی چی میگل اسپایدرمن نیست؟ ببینید میخوام اینجا واسه تو یه چیز عجیب و موشکافی کنم. میگل اوها رو سروم میزد به خودش، سروم میزد. مگه اسپایدرمن سروم میزنه به خودش؟ آمپولش تزریق میکرد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ این مثلا میپردازیم به کمیک، جایی که متوجه میشیم میگل اوها رو هیچ وقت توسط عنکبوت نیش نخورده و به صورت ارگانیک میگل اوها رو هیچ وقت اسپایدرمن نبوده و در اصل با سرم و اینا و اون تکنولوژی که تو شرکت آلکمکس سوزی داد دیگه، میگفتی شرکت آلکمکس کار میکنم، در واقع با تکنولوژی اونا یه همچی سرمی میسازه، یه همچی لباسی داشته، خب خیلی باهوش بوده و تونسته بسازه و تبدیل به همچی کسی میشه و در اصل خب قدرته خیلی فوق‌العاده تری نسبت به اسپایدرمن معمولی، نیش ومپایری، سرعت خیلی زیاد، ترمیم اینا رو داره، ولی خب اسپایدرمن ارگانیک نیست. که شاید یک کم فشاری که هی میگل میزد مایلز مورالز و بچه که دیدن و هی میگفت تو حقا اصلا نباید عنکبوت میشد میزد، تو یه اتفاق بودی، شاید اینجا یه هرسی هم داشت که آقا عنکبوت این پلش رو نیش زده، این داره چی کار میکنه، یه بچه که هیچی حالیش نیست، و شاید اینجا یه فشاری هم از گذشته خورده بوده. اسپایدرمن 2099. صحبت راجع به ویلن. خب ببینید اسپایدرمن کیو ساخته؟ اسپاتو ساخته. توضیح میده تو انیمیشن برای عکسی که نفهمیدم. ببینید وقتی که اون دستگاه تلپورت بعد جهانی تو انیمیشن توسط یه جوره مازمون روشن حالا خاموش میشه که با کینگ پین تو انیمیشن یکیش در افتادن،
این فرد اسمش هم اسم شخصیشو یادم نیست، در حال درست کردن، در حال دستکاری با دارک ماترها بوده، یعنی حالا یه ماده تاریکی بوده که اونجا تو شرکت آلکیمکس باش کار میکرده و وقتی که اتفاق میفته با ماده تاریک تلفیق میشه و یه همچین اتفاقی براش میفته و ساخته درس مایلز مورالز میده و مایلز مورالز ناخواسته یه کسی رو میسازه که اصلا قیافه دیگه نداره، هیچ جا بهش کار نمیدن و دیوانه تمام عیار میسازه دیگه و خب این بود که فشار داره ویلنه هی بچه قوی تر میشه. ببینید این خیلی جالب بود، مایلز مورالز اصلا اهمیتی نمیداد به این پلش، یه دستش با گوشی بود کار میکرد و یه دستش هم با این بود که فایت میداد، خیلی فشار شده بودن و قدرت جالبی هم داشت انصافا، ولی به اسپایدرمن نمیخورد و وقتی که دوباره اون دستگاه بین مولتیورسی رو درست کرد و قدرت خودش رو گرفت، اونجا بود که اصلا دیدیم فایتش رو با اسپایدرمن اصلا هیچ کی جلو دارش نبود و تو چند جهانی اصلا هیچ کاری نمیتونستن بکنن تو اون جهان که با هم دیگه فایت دادن و توی کمیک هم قضیه شو بچه قبلا تو ویدیو نقد و بررسی تریلرش بهتون گفتم همینه، اصلا دیوونه است از دست اسپایدر و من میخواد به قدر برسونتش به خاطر این غلطی که سر اسپایدرمن کرده. آیا اسپایدرمن 2099 ویلنه؟ اینجا بحث جالبیه. ببینید اسپایدرمن 2099 نظر من نیست قطعیه، ویلن نیستش، کسیه که دنبال اینه همه چی استیبل و ثابت باشه و همه چی درست باشه، مثل سازمان تی وی ای که همه دوست داشتیم لوکی ببره، ولی سازمان تی وی ای خب کارش درست بود، کارش محافظت از خط زمانی بود، سازمانی که میگل داره همینه، کارش محافظت از خط زمانی بود و اینجا قطعا اسپویله. اگه که میگل پدرشو نجات بده یه نابهنگامی تو خط زمان وجود میاد و اسپایدرمن 2099 ویلن نبود، ولی خب یه دلیوسی هم بود این وسط، آیا حق با مایلز بود یا اسپایدرمن 2099؟ شما اینو بگید، جدی میگم تو کامنت ها بگید، اینو بگید، خیلی دوست دارم بدونم. اگه یه مسئله ای پیش بیاد، کل جهان ها به هم میریزه ولی باید پدرتون رو نجات بدید، باید که نه، میتونید پدرتون رو نجات بدید، کدوم انتخاب میکنید؟ من خودم انتخابم رو دومیه و من پدر خودم رو نجات میدم، یه همچین چیزیه. آها گور بابای مولتیورس، برو بابا چند کنی دو روز زنده ای. آقا موضوع بعدی اشاره به دنیاهای واقعی و این خیلی جالب بود برای من، دنیای اتفاقات دنیا اندرول نشون میدادن، سر مرگ کاپیتان استیسی، اتفاقات مرگ عموبین دنیا توبیو نشون میدادن و این نشون میده که اون نقطه زمانی که اینا وایستدن و دارن گذشته های اسپایدرمن نگاه میکنن شامل همه چیزه و این انیمیشن همه شامل همه جهانه اسپایدرمنه و چیزی از زیر دست اینا در نرفته بوده. خب و همه چی شامل این انیمیشنه که رسما همه اسپایدرمن ها تاریخچه ای از این سازمان بوده و زیر نظر بوده در اصل. شاید میشه گفت اسپایدرمن اندرو گارفیلد جلوتر زیر نظر اسپایدرمن 2099 بوده، این شکلی بهتون میگم و همین دیگه. بریم سراغ داستان بعدی، ورود به دنیای لگویی داشت که واسه من جالب بود، تمومی اسپایدرمن ها رو آورد وسط و من نمیتونم تک تک اسم ببرم، اسپایدرمن گورخر، نووار، اسپایدرمن اولتیمیت، اسپایدر وومن، هزاران نوع اسپایدرمن که تو اون لابی اصلا ما دیدیم و شاید براش یه ویدیو بدم، ویدیو معرفی قوی ترین اسپایدرمن انیمیشن اسپایدرورس که برای تحلیلش باید شب و روز بیدار بمونم از بس که اونجا اسپایدرمنه. و آقا اینجا هم وارد دنیای ونوم میشن که خب خیلی جالب بود و سونی میخواد همه جوره تبلیغ کنه، بگه آقا ما اینو ساختیم اونم ساختیم اینم برید ببینید. آقا این کارش واقعا بیمعنی بود که اصلا یهو بره، ولی خب این استریک جالبی بود و یه جورای تبلیغ سونی بود. مالت کجا رفت؟ آخرش بچه ها اشتباه میره دیگه، مالت به یه زمینی میره که هیچ اسپایدرمنی توش وجود نداره، نیویورک به فنا رفته و پراولر خود مایلز مورالز تو اون جهان. خب این خیلی عجیبه و چه اتفاقی میفته؟ بر میگرده، اینو از من مطمئن باشید داشته باشید چون نیمه تموم بود. حالا چرا جهان 42 خالی بوده همین جهانی که اشتباه مایلز مورالز میده؟ یعنی میگل ریده، ببینید حتی اگه یه دونه یا هفت و مثلا هشت اسپایدرمن بودن تو چند روز کل اون زمین رو اوکی میکردن و دیدید که اصلا از زمین دود بلند میشد و کلن کار خرافاره بود. اگه چند اسپایدرمن اونجا بودن تموم بود قضیه و اون جهان هم به نزد خودش برمیگشت. آیا میگل ریده پشتیبانیش یا نویسنده ریدن؟ اینو دیگه من نمیدونم. و بچه ها یا اصلا اسپایدرمنی که منشون دادم و من احتمالا ویدیو تکشو میدم، اسپایدرمن هندی و اسپایدرمن
پانک و خب خیلی تاریخچه جالبی دارن و مثلا میرفت تو جهان تبت اسپایدرمن هندی آهنگ هندی میذاشتن، نمیدونم جهان مایلز مورالز آهنگ راک میذاشتن که خب فوق‌العاده بود این کار سونی. قدرت مایلز خیلی زیاد شده آقا، برای کسی که زرزر میکردن مایلز قدرت نداره، مایلز از دست هزاران تا اسپایدرمن در رفت، اسپایدرمن 2009 رو چون همینجوری کتک زد و خب دیدیم، واقعا دیدیم که چه اتفاقی افتاد و مایلز واقعا قوی شده، میتونه انرژی های برقی رو جذب کنه، ناپدید بشه، برق بزنه و خب خیلی فوق العاده است، تاره ارگانیک رو اصلا بماند، فوق العاده شده قدرت مایلز. و بچه یه قضیه راجع به اسپایدرمن 2099 رو باید توضیح بدم، خیلی دریوس و بد جنس بود. خب این مایلز 15 سالشه داره این کارا رو میکنه، تو 30 سالته هرچی دستت بوده اومدی بار کردی توی آشغالی، تو نباید انکبوت دشت میزد، برو بمیر تو هیچی بابا آجی بلمون خون، نباید این کار رو میکرد و من حال نکردم. و بچه در نهایت آخر انیمیشن گوئن اون دستبند تلپورت بین جهان دستش بود و هدیه‌ای که اسپایدر پانک یا فانک بهش داد و تیم قدیمیشو برداشت، یعنی تیم انیمیشن اسپایدر ورس 1، نمیدونم اون ژاپنیه، اون اسپایدر خوکه، اون اسپایدرمن نوار و اون اسپایدرمنی که بچه داشت. و مطمئن باشید گوئن فهمید چه اتفاقی افتاده و میره پیش اسپایدرمن خودمون مایلز مورالز و احتمالا اون لحظه که مثلا پرالر بیاد مایلز رو سرویس کنه اینا اراه میرسن و سرویس میکنن. و ادامه انیمیشن بچه یه داستانی داره که من خودم تو ذهنمه و براش خودم یه ویدیو میسازم و داستان انیمیشن اسپایدرمن ورس 3 به قلم MDUه در از اون ویدیو و به زودی میدیمش. خیلی نکات دیگه ای داشت ولی خب میگم همین الانش هم ویدیو طولانی شده و شاید بیشتر نخواهید ببینید. اگه حال داشتید و اگه خیلی خوشتون اومد تو کامنت ها بنویسید، شاید پارت 2 شو درست کنم. به عشق شما لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره که بزرگترین حمایت از ماست. و همین دیگه تا ویدیو دیگه، بدرود.